سلام دوستان، کریس هستم، از اونایی که به مرگ اعتقاد داره، اما راستش نه از اونایی که یه تشییع جنازه قلابی به راه انداختن تا ببینن کی شرکت میکنه. با من همراه باشید تا 10 باری که افراد در مراسم تشییع جنازه‌شون بیدار شدن رو بهتون نشون بدم. تأخیر 2 هفته‌ای. داستان والتر ویلیامز، یک پیرمرد 78 ساله از میسیسیپی که مرگ خیلی ساده‌ای داشت. اون مرد و پزشک مرگش رو تایید کرد. به کیسه حمل جسد انتقالش دادن و بعد برای مراسم تشییع جنازه به قبرستان محلی برده شد و برای خاکسپاری و تشییع جنازه آماده شد. مسئله اینجاست که اون اصلا به مراسم خاکسپاری نرسید، چون وقتی در اتاق مومیایی بود تا بدنش رو مومیایی کنن و بدنش سخت‌تر بشه و برای مدتی باقی بمونه، فردی که اونجا بود متوجه شد که پاهای والتر تکون می‌خوره. پزشک قانونی شوکه شده بود و بیشتر توجه کرد تا ببینه چه اتفاقی برای والتر افتاد و بعد والتر شروع به نفس کشیدن کرد. بله، اون واقعا هنوز زنده بود. واقعا زنده بود. یه لحظه تصور کنید شما هم چنین مرگی داشتید. مرگ اون خیلی ها را فریب داد. از جمله تیم پزشکی که مرگ اون رو اعلام کردن بیشتر فریب خوردن. اون به شکلی از قرار گرفتن در کیسه حمل جسد و انتقال دادنش بدون خفگی جون سالم به در برد. به طرز معجزه‌آسایی توسط نوعی محرک بیدار شد. قبل از اینکه شما رو به تشییع جنازه ببرم، چیزای زیادی باید درست یا غلط اتفاق بیفته تا شما تصور کنید مردید یا نه. متاسفانه برای والتر همه چیز تمام نشده بود. 2 هفته بعد اون واقعا مرد و خانواده‌اش 2 بار بررسی کردن. فکر کنم این بار برادرزاده‌اش مرگش رو تایید کرد. هویت اشتباه. وقتی به مراسم خاکسپاری میرید، 100% باید بدونید که کسی که شما دارید دفنش میکنید عشق یا دوستتونه. در واقع شما میرید تا احتمالاً جنازه‌اش رو حداقل یه بار دیگه قبل از دفن ببینید تا به درستی شناساییش کنید. میدونید چیه؟ با این وجود مورد گیلبرت و آتاجو برزیلی به همین سادگی که نشون میده نبود. دیده بودن که اون توی حمله خشونت‌آمیز در محل کارش کشته شده و برادرش برای شناسایی جنازه گیلبرت رفت. مراسم خاکسپاری انجام شد و کل فامیل برای عزاداری اومدن. اما وقتی گیلبرت به خونه رسید تعجب کرده بود که چرا براش عزاداری میکنن در حالی که اون هنوز زنده است. گیج شدین؟ منم همینطور. داستان از این قراره که گیلبرتو توی کارواش کار میکرده و در کارواش یه نفر کشته میشه و اتفاقا اون فرد خیلی هم شبیه گیلبرتو بوده. به همین خاطر برادرش فکر کرده که گیلبرتو مرده. با این حال شما باید صادقانه از خودت بپرسی که اون رابطه نزدیکی با برادرش داشته یا نه. چون شما فکر میکنی اگه اون رابطه نزدیکی با برادرش داشت، متوجه میشد که اون مرد اصلا شبیه گیلبرتو نیست. اما من اینطور فکر نمیکنم. و حالا مورد بعدی. اما اول مطمئن بشید که ما رو دنبال میکنید. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید تا ویدیوهای دیگه ما رو از دست ندین. و اگه شما هم در خاکسپاری خودتون دیگران رو فریب دادین، در کامنت ها برای ما بگید. ضربه یک طرفه. این داستان خاص یکی از منحصر به فردترین داستان های خاکسپاریه که دارید میشنوید و به دلیل خوبی نوئلا راسندو اهل استرالیا بود. یه روز اون باید برای مراسم خاکسپاری نامادریش به مسافرت میرفت. نامادریش زنده نبود، اما اگه همه چیز اون طور که میخواست پیش میرفت، خیلی زود شما نوئلا رو میدیدید در حالی که همسرش تصمیم گرفته بود اونو بکشه و موفق به این کار نشده بود. یه نفر رو اجیر کرد تا براش این کار رو انجام بده. حتما اون رو گرفتن. اون در محل خاکسپاری نامادریش بود. در نتیجه داستان به این سرعت به پایان خوشش نمیرسه، چون ظاهرا اونا ضاربهای خوبی بودن. منظورم اینه که اونا فهمیدن مردی که اونها رو اجیر کرده همسر نوئلاست. اونا برای کشتن نوئلا در کشتی نبودن و نوئلا رو آزاد میکنن. و این پایان داستانه؟ نه، چون شوهرش فکر میکرد کار نوئلا تمومه و براش عزاداری کرد و سعی خودش رو کرد که نشون بده از مرگ اون ناراحته. از بدشانسیش او در حالی با نوئلا روبرو شد که اونم در مقابل همه گفت که شوهرش قصد کشتنش رو داشته. در نتیجه اون به 9 سال حبس محکوم میشه و من تقریبا مطمئنم که اونا از هم طلاق گرفتن. میبینید؟ برای بعضی قسمت اول مراسم خاکسپاری زمان غم‌انگیزیه، اما برای دیگران در فرهنگ‌های مختلف یک زمان غم‌انگیز خاکسپاری میزان تأثیر شما در زندگیتونه. چون هرچه تعداد بیشتری به مراسم خاکسپاری شما بیان، افراد بیشتری رو تحت تأثیر قرار میدید. این اتفاق زمانی میفته که شما زنده بودید. ژنگدین چینی میخواست ببینه در طول این 66 سال زندگی چقدر روی مردم تأثیر گذاشته.
برای همین به محل خاکسپاریش رفت. حالا قبل از اینکه برید و اون رو به خاطر غرورش منفجر کنید، اینجا اتفاقهای زیادی قراره بیفته. گفته میشه در فرهنگ چینی مردگان نیازهایی دارن و مرتباً باید از قبرشون بازدید بشه تا مطمئن بشن که این نیازها برآورده میشه. بنابراین اون میخواست اینطوری مطمئن بشه که نیازهاش رو برآورده میکنن. اون 40 نفر برای مراسم خاکسپاری دعوت کرد و همچنین 100 نفر دیگه که میخواستن به مرحوم ادای احترام کنن حضور داشتن، اما مشکل کسانی بودن که در مراسم شرکت نکردن. 20 نفر از اقوام و دوستان حاضر شدن. اون گفت باورم نمیشه که این همه فامیل دوست به هم اهمیت ندن. این یکم ناراحت کننده است. از اونجا که اون هنوز زنده بود، حالا میتونست اونها رو به روش خودشون باهاشون رفت آمد کنه و مطمئن بشه که دفعه بعد میان. اگه فکر میکنید که فقط چند نفرن که میرن مراسم خاکسپاری خودشون رو ببینن، قسمت دوم رو ببینید. یه فرد صربستانی به نام واکپاریک تصمیم گرفت ترتیب یه مراسم خاکسپاری جلی رو بده. به احتمال زیاد اونجا فقط یه تابوت بسته بود و اون تصمیم گرفت که کل مراسم تشییع جنازه رو از فاصله دور تماشا کنه که مطمئناً چیز عجیبیه. وقتی که احساس کرد مراحل کار به اندازه کافی طولانی شد، رفت و تشکر کرد. فکر کنم هر کی براش عزاداری کرده بعد از شوک زنده بودنش از این کارش ناراحت شده. این کار اونا رو پریشون کرده. آیا میخواید بهتون بگن کسی که بهش اهمیت میدادی مرده و بعد اون فرد بیاد و برای حاضر شدنتون در مراسم و عزاداری ازتون تشکر کنه؟ مرگی که به تعطیلات تبدیل شد. این داستان منحصر به فرد از روستای برافین در هرتفوردشایر انگلیس اتفاق افتاد و قدمت اون به سال 1571 برمیگرده. یک کشاورز محلی به نام متیو وال از دنیا رفته و کل روستا برای عزاداریش جمع شده بودند، همونطور که شما انتظار داشتید. اما با اینکه تابوت به محل دفن منتقل میشد، یه مشکل جزئی وجود داشت. یکی از نعشکش‌ها رفت و تابوت رو انداخت، که مشخصه به خاطر حرمت جنازه این به تنهایی اتفاق بزرگ بود. با این حال وقتی تابوت افتاد و جسد از اون بیرون افتاد، متیو وال بیدار شد و طبیعتاً به خاطر اتفاقی که داشت میافتاد تعجب کرد. ممکنه فکر کنید اهالی روستا با زنده شدن مرده ترسیدند و شاید اونها در راه بودند، اما خیلی طول نکشید که اونها روز پیرمرد رو نامگذاری کردند و اون روز رو تعطیل اعلام کردند و جشن گرفتند. روز پیرمرد برای تجلیل از احیای متیو وال، مردی که اتفاقا تا سال 1595 به زندگی ادامه داد و ثابت کرد که مرگ اون طولانی تر از بقیه مرگ هاست. نیکی فورست اسقف. گلاسیوس یک اسقف بود که در یونان کار می‌کرد و همونطور که انتظار دارید کلیسای اون روش‌های خاصی داشتن تا مطمئن بشن تدفین به درستی انجام شده. برای مثال در مورد مرگ جنازه بیرون گذاشته می‌شد تا مرگ فرد رو نشون بده و بعد عزاداری می‌کردن. این کار قرار بود 2 روز ادامه داشته باشه. روز دوم همه در کلیسا شوکه شدند. اسقف از خواب بیدار شد و شروع به سوال پرسیدن کرد تا بدون اطرافش چه خبره. بعدن معلوم شد اون فقط روزها چرت زده. ظاهراً این اتفاق در سال 1896 افتاده. به نظرم یکی از وقایع عجیب دهه 1800 همین موردیه که میخوام بهتون بگم، که نشون میده چطور در عزاداری حاضر بشیم. آداب معاشرت خاصی وجود داره که باید موقع رفتن به تشییع جنازه رعایتشون کنیم، مثل مست نکردن یا مصرف زیاد انواع مواد مخدر. اما آیا این برای کسی مثل ادیسون ویکونا که قطعاً مرده رعایت میشه؟ میدونید اون در کشور خودش اکوادور گم شده و بعد از اینکه چند روز از خودش به خانواده خبری نداد، خانواده‌اش فکر کردن اون مرده. بعد یه جسد پیدا شد، اما صورتش به طرز وحشتناکی از بین رفته بود، چون تصادف کرده بود و کالبد شکافی جسد هم انجام شده بود. ادیسون شنید که خانواده‌اش براش عزاداری کردند و این براش یه جوک بود و خیلی بد بود، چون وقتی خاکسپاری داشت انجام میشد، ادیسون خودش رو در حالی نشون داد که مست بود. طبیعتاً مردم با چیزی که دیدن فریاد زدن، اما نهایتاً اونها جسد رو دوباره بررسی کردن و فهمیدن که ادیسون نبوده. هرچند ادیسون نشون داد که میتونست بهتر خودشو نشون بده تا مرگ و میر دیگه ای اتفاق نیفته. میشه گفت فاگیلیون مسونوف روسی یکی از بدترین تجربه بازگشت به زندگی رو تو این داستانها داشته، چون در سال 2011 در اثر سکته قلبی درگذشت. اون رو به بیمارستان منتقل کردند و اونجا مرگش اعلام شد. بعد از چند روز مراسم تشییع جنازه برگزار شد و در حالی که در تابوت خودش دراز کشیده بود، از خواب بیدار شد و با تعجب و وحشت به مردم اطرافش که برای اون عزاداری می‌کردن نگاه کرد. این باعث وحشتش شد و شروع به فریاد کشیدن کرد. بعد از اینکه مردم فهمیدن چه اتفاقی افتاده، اون رو به بیمارستان منتقل کردند.
اما با این حال اون هنوز زنده بود، که البته خیلی طول نکشید چون شوهرش یاد چشمهای برافروخته شدهش افتاد، اما اون فقط 12 دقیقه بیشتر زندگی کرد. یک بار در مراقبت‌های ویژه قبل از مرگ، یک بار دیگه و این بار به طور دائم نارسایی قلبی به عنوان علت مرگ ثبت شد. در ضمن مهمه که این یادتون باشه که این اقدامات پزشکی مدرن بود که مرگش رو نشون داد. پس حتی علم پزشکی مدرن هم میتونه در درک بدن انسان شکست بخوره. این مرد خدمتکار هنوز زنده است. یکی دیگه از داستانهای اخیر مرگ در سال 2012 اتفاق افتاد، وقتی خدمتکار حمدی حافظ النبی در سن 28 سالگی دچار حمله قلبی شد. یه اتفاق بسیار عجیب و غریب. اما بعد از معاینه اعلام شد که اون مرده و خانواده شروع به آماده سازی جسد برای آخرین مراسم طبق سنت‌های دین اسلام می‌کنن و خانواده شروع به آماده سازی جسد برای آخرین مراسم طبق سنت‌های دین اسلام می‌کنن. اما یه مشکل وجود داشت. وقتی جنازه بعد از آماده شدن برای بررسی نهایی و امضای گواهی فوت به معاینه پزشکی فرستاده شد، پزشک قانونی متوجه شد که بدن هنوز گرمه. غیر ممکن بود، چون بدن انسان بعد از مرگ گرما از دست میده، پس باید تا اون لحظه جنازه سرد میشده. بعد از اینکه فهمید این مرد هنوز زنده است، به خانواده خبر داد و اونها به جای مراسم تشییع جنازه جشنی برپا کردند که اگه صادقانه بخوام بگم این جمع خیلی بهتر. ممنون که تماشا کردید. نظر شما در مورد این ویدیو چیه؟ آیا از بعضی از این داستانا شوکه شدید؟ کدوم یکی شوکه کننده تر بود؟ آیا میدونید که چقدر مرگ افرادی اعلام شده که مردن و من هنوز از اونها اطلاعی